ببین دکتر سبا، یکی از چیزهایی که ما شما خواندیم یک از تداویات تپس بود، دمو پورتو سیستمیک اناستوموز. گفتم زمانی که پورتال هایپرتنشن وجود داشته باشه، بعضی از امو کلاترال هایی که وجود داشت اونا چی میشد؟ فعال میشد در بیس پورتال هایپرتنشن. چرا؟ به خاطر از اینکه امو فشار را چی کنه؟ فشار را ریلیف کنه یا راحت بسازه. به او خاطر او کلاترال ها چی میشد؟ فعال میشد. و او کلاترال ها که است در نواحی متفاوت بدن وجود داشت و نامش هم چی بود؟ پورتو سیستمیک آناستوموزیس. یعنی یک دویه هایی بود که به طرف پورت سیستم درین میشد و یک دویه هایی بود که به طرف وینس سیستم درین میشد. به می خاطر نامش چی مانده بود؟ پورتو سیستمیک آناستوموز. یک از این آناستوموز ها که بود در این ناحیه بود، نه بین لیفت گستریک وین بود و ازایگس وین بود. و یک از تداویه ها چی بود؟ تپس بود. شما ببینید نرمال پورتال هایپرتنشن وین و تپس ببینید. وقتی اینجا رو میبینین در بیس پورتال هایپرتنشن که است، اما آناستوموزی که پورتو سیستمیک است بین لیفت گستریک وین و ازایگس وین، ببینید شما چقدر دایلیت شده. اینجا فشار چی شده؟ به کپ شده. فشار چی میشه؟ به کپ میشه. چرا به کپ میشه؟ به خاطر از اینکه لیفت گستریک وین که است به پورتال وین بالاخره چی میشه؟ درین میشه. این حال بالاخره که درین شده، اما فشار وقتی که فشار در اینجا بالا باشه در پورتال وین چی میشه؟ به کپ میشه. در طرفی که آناستوموز چی داره؟ قرار داره. به کپ شده اینجا. اما وقتی که تپس صورت میگیره، اما پروسیجر تپس صورت میگیره، ببینید شما فشار کم چی شده؟ ریلیف شده. فشار چرا ریلیف شده؟ به خاطر از اینکه بایپاس کردیم. تپس که از ترانس جیگولار انترا هپاتیک پورتو سیستمیک شانت میباشه، از نامش پیداست، نه؟ از طریق ببین یک استنت و استنت هسته. استن چه قسم نجا داخل شده؟ از طریق جوگولار بین، از طریق جوگولار بین بنخرا استن داخل میشه، در این آیه قرار داده میشه. و این چی کار میکنه؟ و این که از خونه بایپاس میکنه از لیور، یعنی خونه از پورتال وین، بیبی از پورتال وین خونه انتقال میده به هپاتیک وین. اینجا چی است؟ هپاتیک وین است که بالاخره ببینید شما اینجا هپاتیک وین است، خونه به هپاتیک وین انتقال میده، باز از هپاتیک وین که از با ای بی سی خون میره، بس بایپاس میکنه لیور. اینجا شما شکل نرمالش هم میبینین پورتال هایپرتنشن، وقتی که خون میاد داخل لیور میشه، لیور که از امونیای زیر چه میکنه؟ متابولایز میکنه. امونیای خون چه میکنه؟ متابولایز میکنه. وقتی که پروسیجر اجرا میشه از طریق جوگولر وین، وقتی که یک استنت انداخته میشه، وقتی لیور بایپاس میشه، خون از یک از شعبات پورتال وین انتقال پیدا میکنه به هپاتیک وین، از طریق هپاتیک وین داخل چه میشه؟ آی بی سی میشه. وقتی که یک پروسیجر اجرا شد صحیح است که پرشر پایین میه، پورتال هایپرتنشن پایین میه، اما چی میگن یک نقص که داره ایز امونیا متابولایز نمیشه و امونیا که است به مغز چی است؟ توکسیک است و میخاطر میدان هپاتیک انسفلوپاتی رو بوده، یعنی انسفلوپاتی که در بیس چی است؟ در بیس لیور است، چون لیور چی کده؟ ایره متابولایز نکرده. چرا؟ به خاطر از اینکه استند باعث بایپاسینگ خون شده از پورتال وین به هپاتیک وین و هپاتیک وین باز با ای بی سی درین میشه، بالاخره به طرف چی میره؟ به طرف طرف قلب میره، طرف راست قلب، طرف شش ها، بعد از اونجا میره و به طرف مغز میره. یه هم یادتون باشه یک چیزی بسیار چی هسته؟ مهم هسته. دکتر سیبا، همی کسایی که مایکشان چالان هست لطف کنن باز هر وقت که نیاز شد پس رو آن کنن، اول چی کنن؟ میوت کنن. بی بی ترق پروق دیگه این مزاحمت میکنن. اما مرم مثلا کنم چیزی که میاد داشته باشه همون رو میادم میره. بیاین درس جدید خود شروع میگیریم. بخیر، اسکرین ندارین نه؟ خب ببینین اینجا براتون لیور تیشو آرکیتکچر رو داده، آرکیتکچر نسج لیور. خب براتون معلوم از دیگه، هر حجره در بدن ما شما در جای متفاوت نام داره، نه؟ حجرات بدن ما شما انساج هم میسازه، باز بالاخره انساج میروه اما تو بالا ارگان ها را تشکیل میده بالاخره دیگه، نه؟ دیگه سیستم بالاخره باز تمام اعضای بدن ما شما چی میشه؟ تشکیل میشه. و اجرایی که لیور هم میسازه هپاتو ساید است. در اینجا براتون امورا براتون چی کرده؟ شرح داده، میگه فانکشنال یونیت لیور چی است؟ میگه is made up of hexagonally arranged lobules surrounding around central vein with portal triads on the edges. ببینید شما در اینجا در قسمت پایین میبینین، شما ببینین این شکل هگزاگون یک لابیول براتون نشان داده که در این شکل هگزاگون که از دباین چی است؟ دباین سنترال وین است. سنترال وین چی است؟ سنترال وین دلیور چی کار میکنه؟ سنترال وین که از
دریناژش به چی است؟ به هپاتیک وین است. بیشتر براتان دو عکس کلان براتان نشان دادم که هپاتیک وین باز با ای وی سی درین میشد. یعنی خون وریدی لیور چی درین میکنه بالاخره؟ با سنترال وین میاد، باز از سنترال وین به هپاتیک وین است. از هپاتیک وین باز با ای وی سی میره. همین وریانت یادتون باشه. چرا؟ به خاطر از اینکه این وریانت باز خیلی براتان چی میکنه؟ کمک میکنه. مثلا شما یک کاندیشنی که براتان کمک میکنه هارت فیلیر میباشه. دیگه میفهمید هارت فیلیر که از کانجسشن لیور وجود داره، لیور کانجسشن، هپاتومیگلی وجود داره. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اگر قلب فیل شه و خون بکاپ میکنه با ای بی سی، چون اس وی سی و ای بی سی که از خون به طرف راست قلب میاره. این حال اگر طرف راست قلب فیل شه یا طرف چپ قلب فیل شه که بالاخره راست فیل کنه، یا راست فیل شه بالاخره فشار بکاپ میشه به طرف چی؟ به طرف آی وی سی. و آی وی سی که از باز به هپاتیک وین بکاپ میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه هپاتیک وین با آی وی سی درین میشه. وقتی که درین شد دیگه با هپاتیک وین بکاپ شد فشار، خون وریدی لیور که از درین نمیشه به طرف، اما تو فشار بکاپ شده میره و میتونه کانجشن لیور رو به وجود بیاره، دردار رو به وجود بیاره، این تشکیل بده. این وریت به خاطر چی هست؟ مهم است که همیشه باید دزینتون باشه. خب اینال در این قسمت در این هگزاگونی که براتون نشان داده در گلوبیول لیور در قسمت بین گفتم سنترال وینس هست. در قسمت بین سنترال وینس که بای پاتیک وین چی میشه؟ درین میشه. در اطراف چی هست دکتر سی؟ ببینید شما در اطراف کی هست؟ در پریفری کی هست؟ یک ترایاد داریم به نام چی هست؟ به نام پورتال ترایاد میباشه که هر کدام از این براتون اینجا کلان چی کرده نشان داده. این سر خوش کی هست؟ هپاتیک آرتریست. این شکل بلوش کی هست؟ یک برانچ از پورتال وین می باشه. و این شکل دیگهش که از زرد بایل دکتول می باشه. بایل دکتول می باشه. بایل دکت می باشه. پس این پورتال تراید باید شما چی کنن؟ یاد داشته باشین که پورتال ترایدش در قسمت چی هسته؟ در قسمت پریفری هگزاگون می باشه. و سنترال وینش که بالاخره به هپاتیک وین درین میشه در قسمت های سنترال هگزاگون چی داره؟ قرار داره. این وریانت باید همیشه شما یاد داشته باشین. و امیره براتان بازی چی کده؟ کلان نشان داده. همینجا کلان براتون چی داده؟ نشان داده که در قسمت بین که هسته سنترال وین هسته و در قسمت پریفری که هست یک ترایاد داریم که ترایاد باید شما یاد داشته باشین، هپاتیک آرتری، پورتال وین و بایل دکت می باشه. این حال ببینید شما دو چیزی که براتون نشان داده اینا که هسته سپلای میکنه لیور. لیور به خاطر میگه دوال بلد سپلای داره. هم سپلای لیور از طریق پورتال وین می باشه و هم سپلایش از طریق هپاتیک آرتری می باشه که بیشتر از 80% همی پورتال وین است. باز یک مقدار توسط هپاتیک آرتری می باشه. و دیگه شما جریانات هم متوجه باشین، ببینین که این سپلای که میکنه از پریفری به طرف چی میره و به این طرف میره. و ببینین شما جریانش هم به این طرف به طرف چی از مرکز است. باز موبایل تکتول و این مسیری ازی باز از قسمت سنتر به طرف چی می باشه؟ به طرف پریفری می باشه. یامو لام بایل است دیگه، جریانی بایل می باشه. یک بلاد فلو رو جریانش شما متوجه باشین، یکی بایل فلو رو ببینین که اینا جریانشون چی هسته؟ برعکس هسته. بلاد فلو از پریفری به طرف سنتر می باشه و بایل فلو که از سنتر به طرف پریفری می باشه. دیگه یک تعداد جراتی که دیجا براتون نشان داده و رو ببینین، مثلا یک از جرات چی جرات چی هست؟ کوپفر است. کوپفر چی نواجر است دکتر سیبا؟ کس گفته میتونه؟ استاد مهاجرات مونوسایت دورانی هستند که باز دهنسازی به مکروفاژ تبدیل میشه. مکروفاژ های کبد به نام کوپفر سلیات میکنیم. آه نه، یک سیستم داریم به نام ریتیکولو اندوتلیال سیستم. آه اجازه زمینه دو سیستم که از ما مکروفاژ های متفاوت در قسمت های متفاوت بدن داریم که میره و دهنسازی چی میشه؟ رزایت میشه، موقعیت میگیره در اونجا. در اونجا موقعیت میگیره، در اونجا چی میمونه؟ باقی میمونه. که یکش همون چی میمونه؟ حجراتی؟ کوپفر می باشه. این در حقیقت هم حجرات چی هست؟ مکروفاژ است. وظیفه ازی چی است؟ وظیفه ازی خوب میفهمید دیگه. مکروفاژ می باشه. وظیفش بالا کردن است. بالا میکنه در مقابل میکروبا آب می باشه و همچنان میتونه آر بی سی هایی که سنسنت است یا آر بی سی هایی که پیر شده و چی کنه خراب شده و چی میکنه؟ بالا میکنه، قرطش میکنه. کوپفر از گوز از انساج متفاوت در بدن داریم. مثلا در نرس شیستیوساید داریم، در برین مثلا مایکرو گلیا داریم. این نامش که از در جاهای متفاوت چی میباشه؟ متفاوت میباشه. اما تمامش جز همی سیستم از ریتیکلو اندوتلیال سیستم است و نام عمومیشان مکروفاژ هستن. مکروفاژ هایی که در جاهای متفاوتی بدن چی میباشه؟ رزایت میشده باشه. اینجا براتون اگه سپیس نشان داده، سپیس آف دیس، باز در اینجا اگه جرای نشان داده به نامی
استیلت سیلی رو به نام آی تو سیلز هم یاد میکنن. باز این یکی از خواه در فایبرو تیک بودن لیبر چی داره رول داره، این مهم است. استیلت سیلز یک از سوالات در یول پرسان شده، امیده شما باید یادتون باشه که فایبروز لیبر که از مربوط همی مجرات میباشه استیلت سیل. اگر سنی زویده ها را براتون نشان داده، شما باید بالا ببینین اینجا برتان بعضی چیزا کار نشان داده، میگه که مو هگزاگون لابیول برتان نشان داده که در قسم اپیکال سرفیس اف هپاتوسایت فیسز بایل کانالی کولای و قسمت های بیزولترالش میگه به طرف سینیر زوید هاست. نگاه اجرات کوفر برتان گفته که اجرات ماکروفاژ است، در قسمت سینیر زوید ها موقعیت داره، وظیفه شمیز که در مقابل باکتریا است و آر بی سی هایی که سینیسنت است و چه میکنه خب میخوره یا آر بی سی هایی که خراب شده یا گفتم پیر شده و از بین میبرن. دیگه از تل سل می باشه که در قسمت سپیس آف دیس، اگه سپیس بود سپیس آف دیس بود که در چه قرار داشت؟ هپارتیک استل سل قرار داشت. رولی که داره گفتم باعث پرودکشن چی میشه؟ اکسترا سل در ماتریکس میشه زمانی که اکتیویت شد. وقتی که اکتیویت شد ای سی ام تولید میکنه، ای سی ام که تولید کرد باعث فایبروز هپاتوسایت ها میشه. و یک چیز دیگه هم هست که با و ای چی میگن استور میکنه یا ذخیره میکنه ویتامین ای را زمانی که غیر فعال باشه، یعنی کویسنت باشه ویتامین ای را چی میکنه از استور میکنه. وقتی که فعال شده باز ای سی ام تشکیل میده و باعث فایبروز چی میشه هپاتو سایت ها میشه. خب اینجا بیشتر اینا گفته بودم که دوال بلاد سپلای داره لیور، یکش پورتال وین هست که 80% 20% هم هپاتیک آرتری میباشه، یعنی دوال بلاد سپلای داره از دو طرف خون میگیره. دیگه از اونایی که براتون نشان داده، یک چیز دیگه پیش از او ما یک مانور را خواندیم نه برام پرینگل مانور و یک لیگامنت را خواندیم نه که دو یک پورتال تراید قرار داشت. این پورتال تراید در کدام لیگامنت قرار داشت؟ استاد در لیگامنت هیپات دودینال لیگامنت. در هیپارتو دواردینال لیگامنت، نه در هیپارتو دواردینال لیگامنت در این قرار داشت و یک مانور هم بود که بنامه مانوره چی یاد میشد؟ پرینگل مانور یاد میشد. و این مانوره برای چی بود دکتر سیبا؟ زمانی که ما میخواستیم واسکولر انفلورا به طرف لیور کم بسازیم دیگه، بازی مانوره چی میشد؟ اجرا میشد، کلمپ میشد، بعد از او پس 3 دقیقه بعد اعلام میشد دیگه ترومبوز نکنه دیگه. وقتی رزی که اگر باز کلمپ شه و استازیس به وجود بیه میتونست یک از فاکتورها برای چی باشه؟ برای ترومبوز باشه. و ای که بود زمانی که یا مثلا زمانی که لیور هیموراج میشد نه در او بیس هم چی میشد؟ مانوره پرینگل اجرا میشد، لگامین پیدا میشد، باز بالاخره چی میشد؟ همی کلمپ میشد. بخاطر از اینکه داخل لگامین تیپاد دوادنال که هست همی ترایت چی داره؟ قرار داره. دیگه از اونا را بردان نشان داده که از اونا اهمیت داره، باید شما از اونا را یاد داشته باشین. سه از اونا بردان نشان داده به من خاطر گفتم نه وقتی که اگزاگون گفتم متوجه باشین لابیوله شکل هگزاگون داره، قسمت های سنترالش گفتم چی داره؟ قسمت های سنترالش وین بود، سنترال وین بود و قسمت های پریفریش کیست که بود پورتال تراید بود. ببینید همون زونه ایجا برتون سه زونه برتون نشانی کرده. خب این زون که از زونی سه می باشه قسمت های مرکزی، چون زونی سه نامش یا زونی سه میگی یا میگی پری سنترال زون، چرا؟ به خاطر از اینکه در اطراف سنترال وین قرار داره. این قسمت هایی که در این آیه است به طرف پورتال تراید نزدیک می باشه، این زونی چی است؟ زونی یک می باشه. من خاطر میگه پری پورتال زون، یعنی پری محیط میگه، یعنی زونی که در اطراف یا در مجاورت چه قرار داره؟ پورتال تراید قرار داره. و اینجا باز قسمت های سنترال گفتم نامش چی میگن؟ نامش پری سنترال زون میگن یا سنتری لابیولر زون. این زونا دکتر سبا بسیار مهم هستن. باز زونی که در بین سه و یک می باشن نامش چی از دوستا یا انترمیدیت سون. این رو باید همیشه در ذهنتان داشته باشین از یک سوال میه. این زون یک است پری پورتال، قسمت های زون سه سنترال لابیولر یا پری سنترال زون و قسمت هایی که تبین می بانه باز انترمیدیت زون می باشه. این پیکچر باید در ذهنتان باشه به خاطر از اینکه عزیز زیاد چی میه سوال میه. خب بیاین اول دکتر سیبا صدای برای فعلا دارین؟ بله استاد فعلا صدایتان است. مگو باید فرق قدر شد از موبایل انداختم اینترنت.
ببین بازون یک گفتم زون چی هست اسکرین شیر است نه همین اخو اسکرین شیر است ببینین زون یک گفتم زون است که توسط وایرال هپاتایتیس چی میشه افکت میشه همین زون وایرال هپاتایتیس چی میکنه بیشتر متاثر میسازه این بسیار مهم است سوال می و دیگه زون یک که است بیست اکسیجنیتد است میبینین شما نه نزدیک چی بود نزدیک پورتال تراید است دیگه دو پورتال تراید که هم پورتال وینس هم هپاتیک آرتری می باشه کردو چی میکنه سپلای میکنه دی برا پس زون است که خوب چی داره سپلای داره چون نزدیک همی پورتال تراید می باشه خب و دیگه میگم رزیستانت است در مقابل چی در مقابل سرکیولاتری کامپرومایز یعنی به این معنی که نایه چی است اکسیجنیت می باشه و خوب چی خون رسانی داره خب دیگه یه زون است که توکسین ها مثل کوکائین همین ناحیه را چی میکنه متاثر میسازه دیگه زون دو جو براتون یک نمونیک داده یالو فیبر میگه اینا یارا میتونه متاثر بسازه یا هم یادتان باشه این شکل دویش هم دو دانه ایله به شکلی الفابیت چه داده الفابیت رومی داده دیگه زون سه که زون سه که از پری سنترال زون میباشه یا سنتری لابیولر زون است خب این زون است که توسط اسکیمیا چی میشه متاثر میشه چرا به خاطر از اینکه دورتر از پورتال ترایت قرار داره هر نوعی که دور باشه از امورک یا از امویه خونی او میتونه دوچار چی شه و دوچار اسکیمیا شوه پس یک نوعی است که لس اکسیژنیتد می باشه اکسیژن چی داره کم کم میتونه دوچار چی شوه هایپوکسیا شوه میبخشیم استاد امی انترمیدیت زون کدام زونو گفتیم؟ زونی که بین یک و سه است و مخاطر انترمیدیت میگیره باش باز عکس نشان میدم پس آن خواه دیگه این زونی سه که از بیشتر چی داره کانسنتریشن پی 450 داره سایتوکرومای پی 450 که است انزایمای خیلی مهمی باشه برای متابولایز این بسیار مهم است در این زون قرار داره این مینمی به پرسان میشه دکتر سیبا اینمیش پرسان میشه اینمیش باید در ذهنتان شما بگیرین که یک از سوالات امتحان بوده میتونه که به یک شکلی میتونه ایر از پیشتون پرسان بکنه به خاطر از اینکه این زایما که است دواهای متفاوت در بدن ما شما متابولایز میکنه باز بعض دوا ها که هست به زمانی که شما چند دوا رو میتین بعض تا شمیر بالایش مثلا تاثیر میکنه ایره که تاثیر کرد یا مثلا انهبیتش میکنه یا اندیوسش میکنه باز اگر بسر مثال را اگر اندیوس کرد خصوصیات فعال میشنه دوای دیگه که امرای دوایی که اندیوسر رو میتی او دوا را مقدارش کم میکنه مقدارش کم کرد دیگه مقداری که باید به بدن وارد شود تا اینکه تاثیر داشته باشه وقتی که کم شود دوا تاثیر نمیکنه یا بعضی از دوا هست مثلا تراپوتیک اندکسش خیلی نرو می باشه یعنی میتونه که به طرف توکسیسیتی بره اگر تو به طور مثال امو دواهایی را بدی که اینمی انزایما را انهبیت کنه مقدار دوایی که امرای از اومیتی دیگه اون مقدار دوا چی میشه مثلا برای خود انهبیت کرد دیگه انهبیت کرد متابولایز نمیکنه مقدار زیاد دوا داخل بدن میشه و اگر او دوا توکسیسیتی داشته باشه در و تراپیوتیک اندکس داشته باشه میتونه که توکسیسیتی دوا رو چی کنه با وجود بیاره مثلا وارفرین است یا مثلا دایجوکسین می باشه یا مهم است که باید انترکشن های دوایی این پس سایتوکروم پی 450 چیزی بسیار مهم است انزایم خیلی مهم می باشه در توابت و یکی از کانسنتریت از زونی سوم یا در زونی چی پری سنترال از نامش پیداست نه زونی که در اطراف سنترال بنچ داره قرار داره دیگه میگه این زون که از سنسیتیو است در مقابل ایتانول در مقابل CCL4 ریپامپین و استامینفین این بسیار مهم است اینش من یک امتحان آزمایشی داده بودم اینش پرسان شده بود CCL4 اش پرسان شده بود کاربون تتراکلوراید که کدام زون متاثر می سازد یک سناریو را داده بود بالاخره از اون سناریو و تا یک نتیجه گیری میکرد که پرسان میکرد که انمی کدام قسمت چرا میتونه متاثر بسازه لیبرن دیگه این ریفامپین کس گفته میتونه یک از دوای سنه در تی بی استفاده میشه در توبرکلوز نه یا تان هسته در توبرکلوز که هسته آیزن آیزاید هست ریفامپین هست و دیگه نمی آیتان بارتول هست و نه دیگه پاریزن آماید هست این دوای سه که در تی بی استفاده میشه این دوا مثلا استامینوفین یک دوای خیلی مهم است مثلا میتونه در بیس یک کیز تی بی براتون بوده و بالاخره ایر از پیشتان پرسان بکنه یا استامینوفین که پاراستامول است پاراستامول از پیشتان میتونه چی کنه پرسان بکنه مهم است نه پاراستامول که زیاد بگیری جگر خراب میکنه نه میفهمین نه چرا دکتر سایبا خراب میکنه استامینوفین زیاد بگیری چرا جگر خراب میشه
کسی یادش هست؟ یک تاکسیک متابولایت داره نه؟ تاکسیک متابولایت شایدتان هست؟ نب کیو میگه. تاکسیک متابولایتش که از نب کیو می باشن. بدن ما شما که هست زمانی که همون دوز نرمال از زیره بگیره دیگه باز بدن که هست گلوتاتیون داره نه؟ گلوتاتیون از یکی از این متابولیت های تاکسیک چی میکنه؟ پس دفع میکنه. اگر باز بسیار زیاد که استامینوفین گرفته شده مثلا چندین تابلتش بعضی کسا میگیرن به خاطر خودکشی هایی که مثلا چی نداره اما کاگنیشنش خوب نیست نمیفهمد میگیرن یا مثلا دیاکتفل میگیرن این حال که از باز گلوتاتینا مکمل چی میشه؟ تخلیه میشه و میتونه که بعد چی کنه؟ خراب بسازن بایستی شد بایستی فعلی که بد شود لیور شود. خواه دکتر سه پیشتر پرسام کدن ببینین در ایجا در قسمت یک برتان یک لابیولی لیور برتان نشان دادم و زونه رو در ایجا مکمل شرح دادم که زونی که در اطراف سنترال وین است ایره پری سنترال میگه که زونی چیه؟ زونی سه می باشه. گفتم زونی سه که میتونه دوچار ایسکیمیا شود. چرا؟ به خاطر از اینکه از این ترایت دورتر خرید داره میتونه دوچار هایپوکسیا شود. دیگه زونی که در بین یک و سه می باشه با زونی دو هستم که میتونه یلو فیور ایره چی کنه متاثر بسازه و دیگه زونی یک هست که یک زونی سه که اکسیژنیت است و توسط وایرال هپاتایتس میتونه چی شود؟ متاثر شود. و دیگه در زون سه گفتم امو چرا میادتان باشه کاربون تیترال کلوراید این یادتان باشه و های کانسنتریشن آف پی 450 که ای زون چه میکنه؟ در می زون قرار داره های کانسنتریشن آف پی 450 در قسمت قرار داره که اینزای مایسته که میتابولایت میکنه و ازی سایتی کنم پی 450 باز وریانت های متفاوت چی داره وجود داره که در ذهنتان باید ایره شما همیشه باید داشته باشین. بیاین سر ساختمان های دیگه که به نام بایلری استرکچر می باشه اینجا برتان یک چی را نشان داده یک کلنجیو گرافی را نشان داده در این شکل ایم یک کلنجیو گرافی شوز فیلنگ دیفکتس ان گال بلادر اینجا میگه ببینید شما در قسمت بلو ایرو یک کلنجیو گرافی را نشان داده که در اینجا گال بلادر وجود نداره صحیح است چون گال برادر وجود فیلنگ دیفکت وجود داره دیگه نه فیلنگ دیفکت به ایمان پر نمیشه نشان میده که فیلنگ دیفکت در گال برادر است و در کامن بایل که شکلی ریت ایرو میباشه خو مشکل میباشه که آدم از روی ازی چی کنه قضاوت بکنه خو هدف ازی چی است؟ هدف ازی است که پایین شکلی پایین باید شما یاد داشته باشین ببینین در اینجا شکلی پایین در نظر داشته باشین در شکل پایین چی را برتان نشان داده؟ در شکل پایین لیور است در قسمت پایین از چی است؟ گال بلادر می باشه و هم دکت های متفاوت برتان نشان داده سیستیک دکت است و کمن هپاتیک دکت می باشه ببینین هپاتیک دکت ها که با هم یک جا شد و کمن هپاتیک دکت می سوزه این حال کمن هپاتیک دکت زمانی که با سیستیک دکت یک جا می شه کمن بایل دکت می سوزه این حال کمن بایل دکت که از بایل چی میکنه میاره در قسمت چی؟ در قسمت دوادینوم میاره در قسمت دوم دوادینوم second part of دوادینوم از طریق چی؟ از طریق امپول آف واتر در اینجا که از ببینین سفنکتر آف فودی هم قرار داره دیگه این حال ببینین کامن بایل دکت همراه با مین پانکریاتیک دکتی برتان نشان داده ببینین مین پانکریاتیک دکت است که در اینجا که از سیکریشن های اگزوکراین میاد سیکریشن های اگزوکراین پانکریاس که است از طریق قضی دک میه اینا هر دو دک با هم یک جا میشه میبینید شما در اینجا هر دو یک دک یک جا میشه از طریق امپلا خاطر که است در قسمت دوادنوم جو میشه تخلیه میشه یا درین میشه محتویاتشون هم از طرف بایل میه و از طرف هم محتویات اگزوکراینی پانکریاس میه در قسمت دوادنوم چی میشه تخلیه میشه. خب اینا چند چیز دیگه وجود داره با استفاده از این پاتولوژی یک چند چیز وجود داره و پیش از او ببینید شما یک جک یک پرتان یک اکسسوری پانکریاتیک دکت خب مین پانکریاتیک دکت است یک اکسسوری پانکریاتیک دکت هم داریم نه اکسسوری پانکریاتیک دکت هم میتونه در این نوایی چی شود در قسمت دوادنوم درین شود بدون از اینکه با یک جا شود این وریانت هم یادتان باشه. خب یکی گالستوناز نه گالستونا که از امو استونایی که در چی قرار داره در گال بلادرز قرار داره این حال اگر گال استون در این باشه در این نواحی باشه میتونه که در کامن بایل دکت و پانکریاتی دکت برسه ببینین این گال استون میتونه بیا دیسپلیس شده بالاخره در این قسمت ها مثلا این قسمت اگر بند بسازه صحیح است میتونه قسمت بند بسازه اگر این گال استون در این قسمت ها بیا
ببینید هر دو طرف مرتبط چه میکنه؟ بند میسازه. ایره میگن دابل داکت ساین. هم میتونه بلاک بکنه کامن بایله و هم سکرشن پانکریاتیک داکت میتونه چی کنه؟ بند بسازه یا بلاک بکنه. باعث چی شه میتونه شه؟ هم باعث کولانجایتیس میتونه شه. کولانجایتیس یعنی دکتار میتونه التهاب شه به وجود بیاره. دکتاری که در بالاست کولانجایتیس که از همو التهاب دکتار میگه. و هم میتونه باعث چی شه؟ باعث پانکریا تایتیس شه. ببینید شما دکتر سبا پانکریاتایتیس چگونه به وجود میه؟ پانکریاتایتیس زمانی به وجود میه که انزایم پانکریاس خودش فعال شه. اول انزایم پانکریاس که از خدای تگرخم اینا قابلیت داده تازه که از خودش داده خود خودش فعال نیسته. باید در دوادینون به ایجا انزایم هایسته که باز فعال میسازه، فعال که ساخت عمل خود اکشن خود اجرا میکنه. این حال اگر مسیر بند باشه میتونه انزایم های پانکریاس در خودش شود فعال شود. وقتی که فعال شد خود پانکریاس حل بسازه یا باعث التهاب شود. ایره میگه پانکریا تایتیس. پس سنگ هایی که در قسمت ها میه در قسمت امپول ها فاتر میه و یا در کانفلوینسی که کامن بایل دکت یک جا میشه با مین پانکریاتیک دکت در این ناحیه اگر سنگ میه سنگایی که در گال بلادر است یا گال استونا وقتی که دیسپلیس میشه میه وقتی که میه میتونه هم کولانجایتیس بوده التهاب دکتار بوده و هم باعث چه شوه باعث پانکریاتایتیس میتونه شوه. این بسیار مهم است. یعنی آناتومی بسیار مهم است. یعنی آناتومی یک جا شدن فوق العاده شما را چه میکنه برتون مهم است و میتونه که شما با استفاده از این بعضی از سناریوهایی را که میتونه برتون با استفاده از این شما ایرا حل بسازین. یکی ایسا دیگه چیزی که می باشه دکتر سیبا تومور هسته. تومور هایی که در سر پانکریاس می باشه در هید آف پانکریاس می باشه. تومور های پانکریاس که هست عمدتا چی هست دکت لدینو کارسینوما هسته. یعنی تومور هایی که در سر پانکریاس می باشه شما ببینین این آناتومی پانکریاس هست. یعنی قسمت هیدی پانکریاس هست. یعنی قسمت هیدی پانکریاس هست. نیک و بادی و بالاخره تیلش می باشه. پانکریاس شما از نگاه امبریولوژی خواندین نیتونه بد داشت. یک ونترال بد داشت. یکی هم دورسال برداشت کردش با هم فیوز میشد و بالاخره یک پانکریاس تشکیل میداد. این هید شکی بود ونترال بعد تشکیل میداد هم ونترال تشکیل میداد هم دورسال بعد تشکیل میداد. دیگه باقی قسمت هایش بیشتر هم دورسال بعد تشکیل میداد. تیل و بادی و بالاخره نیک اینا که هست بیشتر هم دورسال بعد چی میداد تشکیل میداد. خب هنال تومورایی که یا ادینوکارسینوما هایی که در هید اف پانکریاس می باشه پانکریاتیک که ادینوکارسینوما می باشه این میتونه بایل داکت هم چی کنه بایل داکت هم چی کنه باعث ابستراکشن شه اون نیست که فقط ایرا ابستر چون کمی قسمت این قسمت قرار داره تومور است میتونه فشار وارد کنه این ناحیه رو چی کنه این ناحیه رو بند بسازه کامن بایل داکت بند بسازه اینا ولی کامن بایل داکت اگر بند شوه گال بلادر میتونه چی شوه انلارج شوه چی شوه میتونه کلان شوه و این کلان که شد میتونه پالپیت شوه گال برادر که از نرمال قابل پالپیشن نیست یعنی جس نمیشه صحیح است اما اگر زمانی که باز کلان شوه در بیس پانکریاتیک ادینو کارسینوما ها انلارج شوه انلارج که شد میتونه چی شوه پالپیت شوه ایرا میگن وقتی که پالپیت میشه پالپیشنش هم درد نداره ایرا میگن پلیس جاندیس یعنی ببینید شما دکتر سیبا چرا جاندیس میته به نظرتون دکتر سیبا پانکریاتیک ادینو کارسینوما ها علت جاندیس چیه به نظرتون استاد دیگه قسمت بیلروبینه که باز اطراح نمیشه دیگه در قسمت جی آی از او خاطر سطحش بلند میره باعث ایجاد جاندیس میشه بیشتر دکتر سیب صحیح گفتن ببینید شما گال بلادر که هست صحیح سینه به دکتر سیب گفت که چی میه از طریقش نه بیلروبین میه بیلروبین میه نه که بعد که هست یک که از کارهایی که میکنه کانجگیشن بیلروبین داره ما دو نوع بیلروبین داریم یکی بیلروبین است که کانجوگیت هسته یکی بلروبین است که ان کانجوگیت است صحیح است ان کانجوگیت به نام ان دیرک بلروبین هم یاد میکنه ان دیرک بلروبین او که کانجوگیت است رو نامش نام دیگه چی است دیرک بلروبین است خب اینا ان کانجوگیت بلروبین بلروبین است که دیگه کانجوگیشن نشده ما یک انزایم داریم به نام یو جی تی یوریدین گلوکویرونال ترانسفرز او انزام که از لیور است او انزام که از یو جی تی میگه نه یوریدین گلوکورونال ترانسفریز یوریدین دای فاسفیت گلوکورونال ترانسفریز اگه نام دیگه زیر بگیم یو دی پی جی تی این که انزام است لیور او وظیفه چی داره کانجوگیشن داره این حال کانجوگیشن که میکنه کانجوگیشن که داد بالاخره اترا میکنه دیگه نه اترا که کرد بالاخره از این طریق میه بیلروبین این حال بیلروبین که میه بیلروبین چی از کانجوگیت شده است دیگه چون از لیور تیر شده کانجوگیت شده است باز میه پس دوباره چی میکنه پس دوباره ایجا کان کانجوگیت میشه وقتی که دایی داخل میشه چون باکتری ها قرار داره
گره دیکانجگیت میکنه داخل دو دینم. خب بازی رو چی کار میکنه؟ هم رنگی چی رو میسازه؟ رنگ مواد غایی تر میسازه که با نام استرکوبلین هست. استرکوبلین که هست؟ امو رنگ مواد غایی تر که هست مربوط استرکوبلین میباشه. کوبلین دیگه باز بالاخره یوروبین لیجنش هست که از طریق ادرار چه میشه؟ ادرار میشه، رنگ ادرار رو میسازه. خب این حال دهی حالت دکتر سایبا زمانی که پانکریاتیک ادینو کارسینوما باشه در قسمت هید پانکریاس یک کارسینوما باشه، این میتونه گفتم باعث چی شوه؟ باعث یک ساین شوه، یک ساین شوه که به نام کروایزر ساین میگم. ما یکی از مریضای شده علی آباد دیدیم کروایزر ساین هم. این وقتی که پالپیت میکنی دی پالپیشن میکنی گال برادر چی میشه؟ پالپیت میشه و نفر دردم نداره در جنانی پالپیشن سعیست درد نمیداشته باشه. یه میگن کروایزر ساین بسیار مهم است. یک ترقه چی هست؟ در بیس چی میتد؟ پینلیس، باعث پینلیس ابستراکتیو جاندیس میشه. پینلیس ابستراکتیو جاندیس. جاندیس هم دکتر سیب گفتن که بیلروبین نمیانی بیلروبین که نه باید دکتر سیب ایجا دایرکت بیلروبین چی میشه؟ بالا میره. دایرکت بیلروبین که بالا شد میتونه باعث جاندیس شوه. یا جاندیس هم به خاطر جاندیس هم خیلی تیگ رنگی چی داره تیپیکال داره دیگه بیشتر در بیسی ایه پانکریاتیک هیت یعنی ساین که از دکتر سیبا زمانی که ساین میشنه این بیشتر دیگه با زیادتان همی پانکریاتیک هیت ادینو کارسینما باید یاد شما که در بیسی ازی گال برادر انلارج است و قابل پالپیشن است. گفتم نورمال که از گال برادر پالپیت نمیشه. یک ساین دیگه هم داره به نام مورفی ساین یادتان است بوده به کدام مرض است؟ مورفی ساین؟ یک ساین داره به نام مورفی ساین اون کولسیستایتیس است استاد که باز با همراه با درد به همراه است. یکی از مورفی ساین دکتر سه بگفتن که در بیس چی است؟ اکیوت کولسیستایتیس می باشن. باز او اکیوت کولسیستایتیس این حالت است که زمانی که پالپیت میکنی دی پالپیشن میشه نفر درد نداشته باشه و در جریان اینسپایرشنش پاز با وجود میاد. در تنفسش چی میگنه؟ توقف میگنه در جریان اینسپایرشن. و این مورفی ساین که از پرسان شده در سوالا پرسان میشه که یک چیزی است که برای اکیوت کولی سیستایتس می باشه و هم باید یادتان باشه. خب دیگه یک چیز دیگر هم گفته بینی گال برادر کدام آرتری چی میکرد؟ سپلای میکرد؟ سیستیک آرتری سیستیک آرتری سپلای میکرد نه شبه کدام آرتری بود تو؟ هپاتیک آرتری هپاتیک آرتری است هپاتیک آرتری زاکتر سیبایی بسیار مهم است. یه هم از پیشتان چی شده سوال شده که باید ذهنتان ای باشه. خب باشین در پایین این صفحه چی هست؟ خب بین رخو یاد گرفتین بین در بخش دیگه میم فیمورال در فیمورال ریژن میم بیا کمی آناتومی میخوانیم سهی سهی در بخش کی هست؟ اما کمی آناتومی چی شده؟ تشریح شده در فیمورال ریژن. خب در فیمورال ریژن یکی برتان تراینگل نشان داده یکی فیمورال تراینگل نشان داده در نایی هسته که فیمورال تراینگل می باشه. یعنی فیمورال چی هست؟ تراینگل هست. یعنی که هست یک لیگامنت هست نه؟ یه رو منامو چیاد میکنن؟ انگیونال لیگامنت نه یک لیگامنت هست. لیگامنت ها که هست؟ کنکتیف تیشو هست خواه؟ لیگامنت ها که هست؟ کنکتیف تیشو هست. و انگیونال لیگامنت که هست از کجا تا کجا امتداد داره؟ از ASIS از anterior superior iliac spine که هست تا به pubic tubercle ای چی داره؟ امتداد داره یعنی انگونال لگامنت از ASIS anterior superior iliac spine تا و pubic tubercle چی داره؟ ای امتداد داره. ببینیم بالاتر از انگونال لگامنت که از او ترینگلی که براتون گفته مثلا هسلباخ ترینگل است بالاتر از ای که از بالاتر از ای لگامنت دایرکت انگونال هرنیا و اندایرکت انگونال هرنیا که از بالاتر از این لگامنت به حکم پیونده بالاتر از ای باز فیمورال هرنیا که هسته پایینتر از این لگامنت به حکم پیونده یه هم یادتان باشه که انگیوینالش بالاتر از این لگامنت هست انگیوینال لگامنت بیلو در انگیوینال لگامنت که هست باز فیمورال هرنیا ها می باشن. خب در پایینتر از انگیوینال لگامنت گفتم همی ترینگل برتان جانشان داده ترینگل از ببینین این قسمت ها زلایش می بینین یک ایزل داره یک این ایزل داره و یک ایزل داره قسمت های بالا از ترانگل هم میبینیم که میلگامین تشکیل میده خود میلگامین قسمت های زل دیگه ایشه که به طرف میدیال است به طرف اونسی میباشه اینه یه زل تشکیل میده ادکتور لانگوز تشکیل میده
و طرفای لترالش، طرفای لترالش باز شما میبینین که عضله سارتوریوس چی تشکیل میده. این عضله چی است؟ می عضله حیاتی است، عضله سارتوریوس. این تراینگل بوردرش اگر یاد داشته باشین خوب است. بوردرش یک چی تراینگل مهم است، چون بوردرش یاد داشته باشین و یکم همون چیزی که داره در بینش، یا کانتنت یا محتوایش باید یاد داشته باشین. که باردارش به طرف میتیال گفتم یک ادکتور لانگوس می باشه، از شکل به شکل ویژوال شما ببینین ادکتور لانگوس است، قسمت های بالاش که است انگونه لگامنت است، قسمت های لترالش هم اصله چی می باشه؟ سرتاریوس می باشه. و کانتنت ازی چی است؟ کانتنت ازی کی است؟ این کانتنتش نمیست برتان نشان داده، کانتنتش برتان کانتنتش چی است؟ کانتنتش ببینین فیمورال نرو می باشه، فیمورال نرو می باشه. و بعد از او باز ببینید شما یک آرتری است، فیمورال آرتری می باشه، و بعد از او باز وین است. این نمونیک از چی است؟ نیول است. یک نمونیک داره به نام نیول. این نیول چگونه نمونیک است؟ نمونیک است که یعنی کانتنتی فیمورال تراینگل برای ما شما میگه از طرف لترال به طرف میدیال. این مهم است، از طرف لترال به طرف میدیال می باشه، که از طرف لترالش اول از نرف شروع میشه و بعد از باز آرتری میه، باز وین میه، و بالاخره باز چی میاد دیگه بازو هم در نمونیک از لیمفاتیک هم هستنه، در نمونیک باز لیمفاتیک هم هسته، در نظر ذهنتون باید باشه. خب دیگه دکتر سیبا همی چیزش شیتش کی هسته؟ فیمورال شیت شبرتانی جو نشان داده که اگر حلقه کرده باز در فیمورال شیت میبینین شما نرف موجود نیسته. در فیمورال شیت که از فقط همو آرتریسته و بالاخره فین میباشه، آرتری می باشه، وین می باشه و نوداسته، یعنی لیمفاتیک هستنه که دیپ انگیونال لیمف نودا می باشه. اما فیمورال نرف دیگه باز در فیمورال شیت قرار نداره. پس شما در تراینگل یادتون باشه که در تراینگل که هست کانتنتش نرو هم هست، اما در فیمورال شیت که هست بدون هست نرو. جبرتان اگر قبرتان داده این شیت چی هست؟ فیمورال هست یا فیمورال شیت می باشه. از نگاه اناتومیک باید یادتون باشه که در فیمورال شیت باز نرو نمیه. خب دیگه بعض چیزهای دیگر هم براتون اینجا نشان داده، inferior epigastric bacilar را براتون نشان داده که ای باز مهم است در هرنیه ها، که ای باز در هرنیه ها ما ای را مطالعه میکنیم، یا در شکل های بعدی که اینجا نشان داده. دیگه یک ترینگل براتون نشان داده که ترینگل به نام inguinal ترینگل یاد میکنه، گفتم این ترینگل که است بالاتر از چی قرار داره؟ بالاتر از inguinal ligament قرار داره. اینجا ببینید زلایشه، زلایشه که برتان اینجا باردارایشه که برتان رسم کرده، قسمت های پایین از ترینگل میبینید که ترینگل قسمت های پایینش هم inguinal ligament است. در فیمورال ترینگل که است inguinal ligament بالایش هم است. در هاسلباخ ترینگل شما وقتی که متوجه شید میبینید که پایینش هم است، پایینش هم چی میکنه؟ تشکیل میده. خب قسمت هایی که ببینید در قسمت های امو ای طرفش یا قسمت هایی که لترال هسته، اگر لترال در نظر بگیریم این ای ویسلک هسته، این ای ویسلک ها چی می سازه؟ باردر از زیره تشکیل می ده. یک ای ترانگل مهم از دکتر سیبا، چرا مهم است؟ به خاطر از که امی دایرکت انگوینل هرنیا اگر شنیده باشین در داخل از این همی باشه، یعنی انگوینل ترانگل به می خاطر نامش انگوینل ترانگل میگه، به خاطر از که دایرکت انگوینل هرنیا که است در داخل همی تراینگل می باشه. باز این دایرکت کش که هسته بیرون از این تراینگل هسته. یک از فرقای دایرکت و این دایرکت در همی می باشه که باید همیشه در ذهنتان باشه. خب خواهی را بیشتر باز دو شکل دیگه مطالعه میکنیم، یه را متوجه باشین، یکی فیمورال تراینگل و فیمورال شیت که یک فرق داشت اما از نگاه محتوای از نگاه کانتنت که در فیمورال شیت نرف وجود نداشت. پس بیاین شما دایی دیگه در کانال انگوینال میم، انگوینال کانال، در انگوینال کانال که از طرف دست چپ براتان لیرها رو نشان داده، انترو لترال ابدومینال وال لیرز، یعنی لیرها یا طبقاتی که در جدار چی داره؟ انترو لترال ابدومین چی داره؟ وجود است. از قسمت های داخل و طرف بیرونی رو براتان لایرا را براتون نشان داده، از قسمت های داخل و طرف بیرون. ببینید شما اولش پریتل پریتونیوم است، ما دو نوع پریتون داشتیم، نه یکی فسترال داشتیم که ارگان ها را چی میکرد سطر میکرد، و یکی هم پریتل بود که جداره والا سطر میکرد. خب از داخل به طرف بیرون گفتم براتون نشان داده که اول پریتل است، باز اکسترا پریتونیال تیشو رو نشان داده، ترانس ورسالیس
فشیا را برتان نشان داده، ترانسورسوس ابدامینس مسلت برتان نشان داده، انیازل است، و بالاخره انترنال آبلیک مسل و اکسترنال آبلیک مسل، اینا را برتان نشان داده. که در ذهنتان باشه دکتر سیبو، کسایی که یک آیدیا میگیرن، یک پیکچر میگیرن، برشان مهم است که باید طبقات بفهمند که از داخل به طرف بیرون کدام طبقات چی داره وجود داره، مهم است. خب مثلا دکتر سیبو ببینید، شما یه اپلیکیشن از چی است؟ اپلیکیشن از این باز در پاتولوژی ها میموشه. در پاتولوژی ها کس مثلا ترانسورسال اسفیشیا کس در دایرک انگوینال هرنیا کس نمی طبقه ضعیف میشه. فهمیدنش به خاطر مهم است که در پاتولوژی ها چه داره اپلیکیشن داره. وقتی ضعیف شد میتونه هرنیا یا هرنیشن یا پاوچنگ به وجود بیاد، چون اگه طبقه ضعیف شود میتونه محتوی چی کنه برای باعث چی شود، باعث فتق یا باعث هرنیا ها شود. این را باید در ذهنتان باشه. خب دیگه شما دکتر سیبا در این لیرا بعض از چیزهای دیگر هم برتان نشان داده. یک از ای inferior epigastric ویسالا می باشه، هم آرتری شبرتان نشان داده و هم وین شبرتان نشان داده. این مهم است به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه نظر به همین خصه است که ما گفتیم بالاتر از انگیومینال لگامین که است هرنیا صورت میگیره، هرنیای انگیومینال، البته هم دایرکتش و هم ایندایرکتش. یک از چیزهایی که بازی هر دو رو با هم تفریق میکنه، از بیرون خود تفریق کردن نمیشه دایرکت و ایندایرکت. وقتی که جراحی میشه باز نظر به این موقعیت هایی که داره، نظر به چیزهایی که داره باز تفریق میشه. اینجا برتان دو چیز برتان داده که در طرف لاترال ازی ببینید شما برتان یک سرکل کشیده، یک هم در این طرف دیگه برتان یک نقطه رو برتان کشیده به طرف میدیال ازی. خب به طرف لاترال ازی ببینید شما، به طرف لاترال ازی که از این دایره کرنیا در این طرف لاترال ازی قرار داره. این بسیار مهم است دکتر سیبا، این سوال میشه، در امتحان هم سوال میشه. همیشه این دایره کرنیا که از به طرف موقعیتش که از به طرف لاترال چی میباشه؟ به طرف لاترال inferior epigastric ویسلا میباشه، به طرف لاترال inferior epigastric ویسلا میباشه. خب این دایره کرنیا در قسمت میباشه و دایره کرنیا که است باز به طرف میدیال ازی میباشه. ایره چه قسمی یاد میکنین؟ MD دیش دایره کرنیا بگیرین، امش هم میدیال بگیرین، یعنی همیشه که از به طرف میدیال inferior epigastric ویسلا که است دایره کرنیا صورت میگیره. وقتی که دایره چه داشته باشه دیگه، به طرف لترالش همیشه شما باز این دایره کرنیاش در نظر بگیرین که در طرف لترال inferior epigastric ویسلا چه داره قرار داره. دیگه اینجا برتون بعضی از چیزهای دیگر هم نشان داده، لیگامنت ها رو نشان داده. لیگامنت ها گفتم چی است؟ چه قسم تیشوزی لیگامنت؟ کنکتیو تیشو می باشه، نه؟ لیگامنت که از کنکتیو تیشو می باشه، لیگامنت، تندون، دیگه فیشیا، اینا کلایش که از کنکتیو تیشو می باشه، انساج منظم است. خب اینجا براتون دل لیگامنت نشان داده که میدیال نشان داده، میدیال امبلیکال لیگامنت و یکم میدیان امبلیکال لیگامنت. این بقایای چی بود؟ پوسنتال دریویتیو کدام ساختمان بود میدیال؟ میدیالش امبلیکال آرتری بود، نه؟ امبلیکال آرتری که از بالاخره تبدیل به چی میشد؟ به میدیال امبلیکال لیگامنت میشد. باز یک ساختمان داشتی به نام یوراکس، پوسنتال دریویتیوش باز میدیان بود. ببینید شما فقط یک ای و ال، اینجا ال نست اینجا این است، همون قدر تفاوت داره. نگه شما باید بفهمید که این پوسنتال دریویتیو کدام ساختمان است. اولش که از امبلیکال آرتری میباشه و میدیانش که از باز یوراکس می باشه. باز هم بلیکل وین پوست نتال دریویتی بشه بود دکتر سایبا یادتان است؟ در فیتال سرکیولیشن پوست نتال دریویتی وزی چی بود؟ هم بلیکل وین هم یادتان نیست هم؟ سیرس لگانه آفرین بگین دکتر سایبا. تیرس هیپاتیس بود صحبت کنم، لیگامنتم تیرس هیپاتیس. آه بشک، آفرین دکتر سیون، یادشان است لیگامنتم تیرس هیپاتیس است. آه لیگامنتم تیرس هیپاتیس می باشه، صحیح است. این ایرم همیجا یاد گرفتین، مرور شد، بسیار خوب هستم. خب دیگه بعضی چیزهای دیگر هم برتون نشان داده. ببینید شما اینجا رکتوس ابدامینس مسئله نشان داده، ای از الکی هست یادتان باشه. و دیگه در قسمت های لترال از باز یک چی قرار داره؟ یک سیمیلونار لاین قرار داره، لاین سیمولارانیس میگه. خواه لاین سیمولارانیس که از در این قسمت های لترال از امی از الکی که شما وقتی که در ذهنتان میارین امون لاین هم یادتان باشه، فعلا یک انعکاس ذهنی برتان پیدا شه و بخاطر از یک هرنیا تشکیل میتنه بوده و نام اسپیجیلین هرنیا که باز در پایین بوره
میخواین که در قسمت های لترال در دو طرف ابدومین در اکتوس ابدومنس مسل که از اگلاینس به نام سیمی لوناریس. سیمی لونار یعنی شکلی مثل محتاب بوری میگه، شاید همون تو شکلش به اون شکل از نه شیپش به اون شکل است، نامش چی ماندن؟ سیمی لورانیس ماندن. اید از این تان باشه بخاطر از اینکه باز در اسپیجیل این هرنیا که است ایر ما شما چی میکنیم؟ مطالعه میکنیم که باز چی نشه باز پیشتان غلط نشه. دیگه ببینین یک تندون داریم که بنامه چی هست؟ کانجاین تندون است. گفتیم این تندون از لگامنت از فشیاس اینا کلگیش کنکتیو تیشو می باشد. این کانجاین تندون چه قسم تشکیل میشه؟ این کانجاین تندون که است از فایبرهای دو عضله تشکیل میشه، هم از فایبرهای اینترنال اوبلیک تشکیل میشه یعنی عضله است و عضله ترانسورس ابدامینس. فایبرهاش که است فایبرهای اینمی دو عضله که است اینمی تندون چی میکنه؟ تشکیل میده. این اهمیت به خاطر چه داره؟ به خاطر از اینکه هر وقتی ضعیف شوه میتونه دایرکت اینگمینال هرنیا بده. اگر اینمی ضعیف شوه اینمی تندون میتونه یک نقطه ضعیفه را تشکیل بده و اون نقطه ضعیفه باعث چی شوه؟ باعث هرنیا شوه. باعث کدام هرنیا؟ میتونه دایرکت اینگمینال هرنیا را تشکیل بده. یعنی ببینید شما اینجا دایرکت اینگمینال هرنیا که است های پروتروژنش در طرف چی بود؟ در طرف میدیالی inferior epigastric visceral بود که در ذهنتان باشه. دیگه چی هست؟ یک لاین هست به نام لاین آلبا. لاین آلبا یه هم مهم هست بخاطر چی مهم هست؟ بخاطر ازی که اگر این ضعیف شد چی میده دکتر سیبا به نظرتان؟ اگر این ضعیف شد لاین epigastric هرنیا میده خواهیاتون باشه. اگر این لاین میتونه اگر این لاین ضعیف شد میتونه هرنیا epigastric تشکیل بده. خب دیگه چرا یعنی می شکل در زیر کانال اینگوینال مانده؟ کانال اینگوینال که است؟ این کانال که است از کجا تا کجا می روه؟ خب ببینین اما شروع این کانال که است از دیپ اینگوینال رینگ می باشه یا دیپ یا نام دیگهش انترنال اینگوینال رینگ است. از این رینگ است تا به چی می باشد؟ سوپرفیشیل اینگوینال رینگ. در داخل از این کانال چی رند میشه؟ در داخل از این کانال که از اسپرماتیک کورد است دکتر سیبا اینه اینه کورد است. این کورد که از داخل اینمی کانال چی میشه؟ رند میشه. نگه کانال ها ببینین گفتم از دیپ شروع میشه و در داخل از این که از اسپرماتیک کورد چی داره؟ قرار داره کانتنتش از یا محتوایش تشکیل میده. اینا حال بازی اسپرماتیک کورد هم لیر داره. ببینید شما لیر داره. این لیرهای خود از کجا میگیره؟ این لیرهای خود لیرهای خود از چی میگیره؟ از امو عضلاتی که دمی ابدومینال وال هستن. عضلاتی که ابدومینال وال هست میگیرن. ای از ای لایرا چی است؟ لایرا که از ببینید برتون نشان داده دانه دانه قسمت های بیرون برتون نشان داده قسمت های بیرون از اسپرماتیک کورد که است اکسترنال اسپرماتیک فشیا می باشن. این فشیا در حقیقت از کدام عضله اومده؟ از عضله چی است؟ اکسترنال اوبلیک است. یعنی فشیا که از مربوط کدام عضله میشه؟ عضله اکسترنال اوبلیک می باشن. و اکسترنال اوبلیک کی بود؟ یک از عضلاتی بود که انترولاترال ابدومینال وال چی داشت؟ قرار داشت. خب ببینیم پوینتر اگر میایید قسمت به طرف داخل دیگه از بیرون به طرف داخل برتون لایرا اسپرماتیک کرده که در داخل کانال اینگوینال است اینا برتون چی کرده؟ شرح داده. خب قسمت های پایینش که از یک هم عضله است عضله کریماستیک مسل و فشیا می باشه که فشیا گفتم باز مربوط چی می باشه؟ مربوط عضله اینترنال اوبلیک می باشه. مربوط کدام عضله می باشه؟ عضله اینترنال اوبلیک می باشه. خب باز پوینتر که اگه آمدیم باز اینترنال اسپرماتیک فیشیا می باشه که این مربوط کدام عضله است؟ عضله ترانسورسالیس فیشیا می باشه. یعنی عضله مربوط چی می باشه؟ مربوط ترانسورسالیس می باشه. خب این یک نمونه برتون داده آیس تای. آیس تای این نمونه کس یاد میکنه یاد کنه و لایرهاش شما باید یاد داشته باشین که بیرونش اکسترنال اسپرماتیک فیشیا است که مربوط اکسترنال اوبلیک است. باز داخل که میای کریماستریک مسل فیشیا می باشه که مربوط اینترنال اوبلیک است. باز داخلش فشای اینترنال اسپرماتیک است که مربوطی ترانسورسالیس فشیا می باشن. خواهی محتوا است محتوا چی است؟ محتوا کانال اینگومینال می باشن و او شد چند چیزه که برتون گفتم لاین آل بیا ویکنس که باعث اپیگاستی که نیا می شن نگه کان جاینت اندون که گفتم از دو عضله تشکیل می شه از فایبر کاش و اگر ضعیف شد باز می تونه دایرکت اینگومینال هرنیا را به تشکیل بده یادتون باشه. خب در اینجا برتان باز هم او بعد چیزا کار برتان گفته و ای به یک شکل دیگه برتان چی کده انتریور ابدومینال والا برتان نشان داده و ای ویو از داخل است از چی می باشه؟ از انساید می باشه. یک ویو از
انساید سر ده ویو انساید. ببینید شما یک لگامنت بازم و لگامنت برتان نشان بدن که لگامنت چی از گفتم انگومینال لگامنت باشه که از انتریور سوپریور ایلیاک اسپاین امتداد داره با تا به طرف چی با پیوبیک توبرکل. چو از انساید چی داده یه سرچپه کردنی در حالی که ببینید شما در شکل دیگه اگر متوجه شده باشین در شکل که از برتان به او شکل دیگه نشان داده بود این از این قسمت نشان داده بود. نمیبینه انتریور سوپریکل اسپاین که از طرف لاترال است پیوبیک توبرکل که از به طرف میدیال میباشه. اینجا همو ویو را از داخل برتان نشان داده که انتریور سوپریکل اسپاین تا به پیوبیک توبرکل لگامنت انگومینال چه داره دهی؟ قرار داره. دیگه اینجا همو انترنال یا دیپ انگومینال رنگ برتان شرح داده که دیپ انگومینال رنگ امو دایر زمانی که چی شونه پتنسی از این موجود باشه یک ساختمان است به نام پروسس وجینالیس زمانی که اگو بسته نشه میتونه که زمین ساز بری این دایرک انگیوینل هرنیا باشه این دایرک هرنیا باشه که محتوای ابدومین میتونه از طریق قضی رنگ داخل چی شود داخل کانال انگیوینل شود اما مسیری که تستس تایی میکرد و مسیر چی کنه تایی بکنه و باعث هرنیای چی شود این دایرکت شده. خب اینجا بیشتر چی را برتان شرح داده؟ اینجا بیشتر که از امو محتوا یا کانتنت کانال انگیمینال گفتم در دا داخل کانال انگیمینال که بود اسپرماتیک کورد بود و این لیرهایش خود بالا برتان نشان داد در اینجا امو کانتنتش نشان میگه که در بین ازی چی قرار داره در بین ازی که از در بین کانال انگیمینال که بالا تر شما دیدین میگه در فیمیل که از راوند لگامنت آف یوترس قرار داره در فیمیل البته در میل باز واز دفرنس قرار داره یا دکتوس دفرنس قرار داره دیگه در هر دو جنس الیون گیمینال نرف و انترنال اسپرمانتیک ویسلا اینا کلگش کانتنت کانال انگیمینال می باشه. خب دکتر سیمو ما شما پرسان کرم امی راوند لگامنت آف یوترس از چی از مشتق چی از دریویتیوی کدام ساختمان است از نگاه امبریولوژیک round ligament of uterus نه یک ساختمان نامش شنیدین گوبرناکولوم یه رو شنیدین گوبرناکولوم که از صفحه در مردا که از چی را می سازه یک فایبرس تیسو را می سازه که تستیسه به اسکروتوم چی میکنه وصل میکنه هم کوروش میکنه بستهش میکنه محکم می سازش یک فایبرس تیسو است او در مردا است دیگه باز در زنها که از اینی می را می سازه round ligament of uterus می سازه در فیمیل که بازی کانتنت چی هست؟ کانتنت کانال انگیمینال می باشن. باز این میل داکتوس دیفرنس یا واز دیفرنس که هست مربوط انترنال میل جنیتالیا میشه. انترنال میل جنیتالیا که هست باز هم واز هم وولفیان داکت یا میزونی فریک داکت میگه از او تشکیل میشه انترنال میل جنیتالیا. ای باز دا کانتنت چی هست؟ انگیمینال کانال ده میل می باشن. دیگه ایلیو انگیمینال نرو می باشه و انترنال اسپرماتیک ویسلاس ده که کانتنت زیر تشکیل میده. خب این پایین که از این رنگ فیمورال نشان داده برتان فیمورال نه رنگ است دکتر سیبا دهی همو هرنی های فیمورال ها. شما باید در نظر داشته باشین و این رنگ است باز یک از نگاه سایز خورد هم از میتونه پایست استرانگولیشن ها و اینکارسریشن استرانگولیشن ها رو دهی تشکیل بده در هرنی های فیمورال به می خاطر میتونه استرانگولیشن داشته باشه. دیگه حاصل وقت ترانگل یا انگیونال ترانگل برتون اینجا نشان داده که گفتم انگیونال ترانگل هم جایی است که دایرکت انگیونال هرنیا که از دایی چی می باشه کانتنت از این دایی ترانگل می باشه اما باز این دایرکت است دایی قسمت است که مسیری کانال انگیونال هم میتونه چی کنه تایی بکنه یا مسیری که تستس تستس که از دکتر سیبا ببینه شما خو اینمی تستس که از طریق اینمی کانال پایین میشه تستس هم که از اول در بالا می باشه تستس که از اول در بالا می باشه چرا به خاطر از گفتم تستس و اووری را که از یک ساختمان تشکیل میده کو نامش است گونات می باشه نام مشترکش که نظر به کانتنت کروموزومی یا به طرف اووری شدن می روه یا به طرف تستس شدن می روه اگر کروموزوم ایکس ایکس باشه گونات تبدیل به اووری میشه اگر کروموزوم ایکس وای باشه باز تبدیل به تستس میشه هر زمانی که تبدیل به تستس شد باز پایین میشه پایین که شد دسکروتوم چی میگیره باز قرار میگیره اگر پایین نشه باز کریپتورشیدیزم یا اندسندنت تستیس هم میتونه به وجود بیاره که تحت تاثیر اندروژن البته چی میشه پایین میشه به او خاطر اگه پایین نشه باز پایین شه باید سیز پایین ساخته شه به خاطر چی به خاطر از یک گرگده جبان باز خراب میشه تستیس چون جا هر را 37 درجه از وزارات سرطولی ره خراب میکنه در این پایین که 36 درجه باز قرار گرفت خدا در 36 درجه نگاه میکنه سرطولی خراب نمیشه
دیگه درس بعدی ما شما هرنیا ها می باشه. هرنیا از نامش پیداست، هرنیا که است یک پروتروژن است، یک برامدگی می باشه. برامدگی است که پروتون می برای از طریق یک نقطه ضعیفه، عمده در یک نقطه ضعیفه تشکیل میشه و این نقطه ضعیفه که است باعث چی میشه؟ باعث پروتروژن میشه. شما دو بالا دیدین نه، مثلا یک رنگ برتان نشان داده بود که دیپ اینگوینال رنگ یا اینترنال اینگوینال رنگ، یک نقطه ضعیفه است دکتر سیبو، یک نقطه ضعیفه است میتونه از طریق از پروتروژن شوه. دیگه مثلا گفتم اگر در قسمت کانجاین تندون ویکنس به وجود بیاد میتونه که پروتوژن را تشکیل بده. در ترانسورسالیس فیشیا گفتم اگر ویکنس تشکیل بده به وجود بیاد میتونه هرنیا ها را تشکیل بده. خب می کانتنت از هرنیا، هرنیا که میبره خو هرنیال ساک پروترود میشه یا اوت پاوچ میشه یا میبره، میتونه میگه که مو کانتنت از یا مو هرنیال ساک کانتنتش میتونه با طرف چی بره؟ با طرف ریسک انکارسریشن دیگه موجود باشه. انکارسریشن چی معنی میده؟ انکارسریشن به این معنی یک چیزی که میبره دوباره ریدیوس نشه. یعنی وقتی تو فشار وارد میکنی، مثلا یک چیز برآمدنی تو فشار وارد میکنی پس دوباره ریدیوس نمیشه، اینو میگن انکارسریتد هرنیا، یعنی هرنیایی که ریدیوسیبل نیستن. باز ما یک اصطلاح دیگه هم داریم استرانگولیشن. استرانگولیشن به این معنی که نمی چیزی که میبره دچار اختناق شوه، یعنی نهایت چه شوه؟ نیکروتیک شوه، از بین بره و نیکروز کنه. دچار چه شوه؟ دچار اختناق شوه. زمینه ساز برای چه شوه؟ برای اسکیمیا و نیکروز شوه. بازی ما چی میگیم؟ استرانگولیشن. یکی از کامپلیکیشن های هرنیا که است استرانگولیشن هستن. خب اینا هرنیایی که کامپلیکیت باشه مختلط شوه، باز میتونه هم تندرنیز داشته باشه در نهایه، نایه سرخ باشه و باعثی فیور شود. چرا؟ بخاطر از اینکه هر زمانی که آبستراکشن به وجود بیا میتونه زمین ساز برای انفیکشن هم شه و میتونه فیور را تشکیل بده. خب در اون پکچر بالا یک چیزی را براتون گفتم یادتون باشه، یک لاین بود به نام سیمی لونار لاین. این لاین که از گفتم به طرف لاترالی رکتوس ابدامنس مثلا در دو طرف قرار داره. چه داره؟ قرار داره جا برتون موقعیت چه گفتم، میگه که نام دیگه از هرنیا که هست میگه spontaneous lateral ventral hernias یا هرنیا سیمینولر لاین میباشه. خب چرا هرنیا واقع میشه؟ هرنیا میگه به خاطر واقع میشه که دیفکت نباشه بین rectus abdominis muscle و سیمینولر لاین. یک اپونیوروز داریم، اپونیوروز هم چیزی از هل هست دیگه، اسپیجلین هست نه؟ اسپیجلین اپونیوروز داریم میگه و خودی گفتم اینجا rectus abdominis muscle هست در طرف لترالش رکتس ابدامنس دو طرف در نظر بگیرین. طرف لترال از یک لاین است به نام سیمیلونر لاین، در دو طرف سیمیلونر لاین است. زمانی که دیفکت بین امو رکتس ابدامنس مسل و سیمیلونر لاین موجود باشه این نقطه ضعیفه را تشکیل میده و میتونه باعث سیمی هرنیا آف سیمیلونر لاین شود که نام دیگه ازی اسپیجلین هرنیا میباشد. خب در کدام قسمت واقع میشه؟ میگم در قسمت های پایین ابدومین واقع می باشه. علتش هم عدم موجودیت چی است؟ پوستریو رکتس شیت است. یعنی شیت که موجود نباشه دکتر سیبا میتونه از ویک شوه، ضعیف شوه. وقتی که ضعیف شد زمینه برای پروتروژن یا زمینه برای هرنیشن میتونه مساعد شه. خب میگه پریزنتیشن از وریبل است، میتونه ابدومینال پین باشه و هم پالپیبل لام باشه. چیزی که میبره میتونه چی شوه؟ پالپیت شوه الان دسپیژن فشیا. چه قسم دیاگنوز میکنی؟ از طریق اولتراساوند و سی تی اسکن. شما می آناتومیش یادتان باشه دیگه، باز شما رقمی که براتون گفت میتونید که شما ایره چکنید. ما از این سوال تا بول نایدیم که از این سوال شده باشه و این یک چیزی است که نو علاوه شده نو یه اپدیت به فکرم نو شده قبلا خوب ایره نایده بود و بیاین این سفر هم میخوانیم بخیر. خب دیگه امو کن ادامه چی هست؟ ادامه هرنیا ها میباشه که یک هرنیا شاید سپیجلین هرنیا را ما مطالعه کردیم. هرنیای دیگه که از دیافراگماتیک هرنیا است که از بسیار زیاد سوال آمده، چندین سوال آمده و همیشه چی میشه؟ پرسان میشه. خب در زمانی که هرنیا یا یک دیفکت در دیافراگم باشه یا در حجاب حاجز باشه میتونه محتوایی که در ابدومین است این محتوا به طرف بالا بره و به طرف تراکس بره. اینال اگر محتوای ابدومین به طرف تراکس بره و میتونه زمینه ساز برای آسکولتیشن چی باشه؟ باو سان باشه. باول ساندو که از نرمال خود ابدومین شنیده میشه. اگر باز هرنیا با وجود باشه میتونه باول ساندو در تراک چی شوه؟ شنیده شوه. موست کامن کازا از چی میباشه؟ موست کامن کازا دیافراگماتیک هرنیا چی میباشه؟ یکی در انفانت هست، یکی هم در ادالت میباشه. در انفانت که هسته دیفکت در یک ممبرین هست بنامه پلورو پریتونیل ممبرین. این ممبرین شما باید یاد داشته باشین. این ممبرین که از یک از چهار ساختمان است که
دیافراگم از نگاه امبریولوژیک تشکیل میده. زمانی که اگر دیفکت در این ممبرین باشه، پلورو پروتونیل ممبرین، دیافراگم درست تشکیل نمیشه. دیافرام چی میکنه؟ دیافرام که از بالا را از پایین جدا میکنه. بالا را از پایین جدا میکنه. خواه توراکس از ابدومین چی میکنه؟ جدا میکنه. بزرگترین عضله تنفسی در بدن میباشه. اگر اینالی اگر پلورو پروتونیل ممبرین نباشه، دیافرام تشکیل نمیشه. دیافرام درست تشکیل که نشد، میتونه که نقطه ضعیفه را تشکیل بده و محتوایی که از ابدومین است به طرف توراکس شود، پروتروز شود و برای وقتی که برای باز به اول سندا میتونه در چیست شود و اسکلتیت شود. سیز بیشتر که از ایرنیشن در طرف چپ میباشه، لفت سایدت میباشه. به خاطر چی؟ به خاطر ازیمه که رایت هیمی دیافراگم ایست ریلیتیبلی پروتکتید بای the liver. توسط لیور میگه به شکل ریلیتیو پروتک شده، اما طرف راست طرف چپ باز میتونه زمین ساز برای پروتروژن باشه. دیگه در ادالت است، در ادالت میگه دیفکت در چی است؟ در ممبرین است به نام فرینو ایزوفیجیال ممبرین. ببین شما این ممبرین که است چی کار میکنه؟ این ممبرین که است از نامش باید است فرینو ایزوفیجیال ممبرین، در قسمت های دستال ایسافیگاس قرار داره. چرا؟ به خاطر از اینکه ایسافیگاس یا مریکی است از قسمت های چیست که است داخل چه میشه؟ داخل ابدومین میشه. اما در می دیافراگم که از هیاتوس های متفاوت داریم نه؟ یکی یک از هیاتوس ها که از ایزوفیجیل هیاتوس می باشه. یک نیمونیک داریم نه؟ میگه I 8 10x at 12 باش برتانی رو بگیرم بخاطر از اینکه پنس ای کار نمیکنه. یک نیمونیک داریم، ببینین یک نیمونیک داریم میگه I 8 10x at 12. خب ما یعنی به این معنا که هیاتوس های متفاوت داریم در دیافرام که محتوا که ساختمان ها از او پس میشه میره به طرف ابدومین میره. یکی یک هیاتوس است برای آی وی سی که در سرحد تی اش قرار داره، که به خاطر آیش که است آی وی سی نمیگه، که در سرحد تی اش قرار داره، این در قسمت دیافراگم میباشه. یکی هم ایزوفیجیال هیاتوس میباشه. ایزوفیجیال هیاتوس که است در سرحد تی ده قرار داره، هیاتوس ایزوفیجیال هیاتوس می باشه که از طریق قضی باز همراه از هیاتوس ازفجل هیاتوس می باشه که اسافگاس تر میشه از هیاتوس و همچنان ویگوس نرف تر میشه، هم عصب ویگوس تر میشه و هم چی ازفجل عصب ویگوس تر میشه و هم اسافگاس تر میشه. دیگه باز در سرحد تی 12 اش که است ایورتا می باشه، اینش ایش که است ایورتا است، ایورتا هم تر میشه نه؟ ما یکی تراسیک ایورتا داریم، یکی هم ابدومینال ایورتا داریم، یعنی وقتی که تیر شد داخل ابدومین شد نامش دیگه ابدومینال ایورتا می باشه. و این هیاتوس باز که در فراگم هست در سرحد تی 12 می باشه، در تی 12 می باشه. این نمونه یک از نمونه های مشهور است، باید شما ایره چی کنین؟ باید همیشه ایره یاد داشته باشین. باز امرا ایورتا چیزای دیگه هم تیر میشه، از آی گست تیر میشه و دیگه اینا تیر میشه. خب ایره باید یادتون باشن و تراسیک دکت هم از اینجا تیر میشه. این هم سوال است. اینالی ببینین در قسمت های پایین نه، در قسمت های پایین ایسافیگاس یا قسمت های دستل ایسافیگاس یک ممبرین داریم به نام فرینو ایزوفیجیال ممبرین که ای اطراف از این قسمت های دستل ایسافیگاس چی کرده؟ اموجا چی کرده؟ انسرکل کرده و انسرکل میکنه باز ایره، باز وقتی که ایسافیگاس پایین میشه با استومک ارتباط داره دیگه، یک جنکشن با استومک میسازه به نام لاور ایزوفیجیال اسفنکتر، یک جنکشن از بین ایسافیگاس و بین استومک. باز وقتی که این ممبرین استرکل میکنه این ساختمان قسمت های دستل ایسافگس و طرف در جایش نگاه میکنه، در قسمت نگاه میکنه و این ارتباط بیده با پریتوان، با پریتوان یعنی محکم میکنه در جایش. این حال وقتی که دیفکت موجود باشه یا لگزیتی از این موجود باشه میتونه چی شوه؟ هرنیه ها را تشکیل بده، این نواهی در جای خود تثبیت نمیشده باشه، ویکنیس میداشته باشه و زمین ساز بری هرنیه میتونه باشه. خواه ارنیشن چی صورت میگیره؟ در ارنیشن استومک، این استومک میتونه قسمت کاردیایش، البته قسمت کاردیای ازی چی کنه؟ بالا دسپلیس شوه، میتونه استومک چی شوه؟ از طریق امو هیاتوس هرنیت شوه یا اوت پاوت شوه. در اینجا امو دونه هیاتل هرنیا رو برتون گفته، یکی سلایدنگ هیاتل هرنیا، یکی هم پارا ایزافیجیل هیاتل هرنیا میباشه. سلایدنگ هیاتل هرنیا چگونه هرنیا است؟ این هرنیا است که قسمت کاردیای اسافگاس چی قسمت کاردیای استومک چی میشه؟ دیسپلیس میشه. و وقتی که دیسپلیس شد دیگه ببینید شما صدای مرا دارین؟
مرد داره مثلا. ببینید شما این استومک هسته، این استومک این قسمت کاردیاش می باشه و این قسمت باز فندسش هسته. این قسمت کاردیاش که وقتی که بالا رفت دیسپلیس شد به خاطر از اینکه فران و ایزوفیجیال ممبرین دیفکت داره یا لگزیتی داره، وقتی که دیفکت یا لگزیتی داشت میتونه بالا بره. بالا که طرف میتونه این یک جنکشنی که بین ایسافگس و بین استومک است ای دیسپلیس شده. ای بسیار مهم است، بسیار مهم است. یعنی فرقی که بین سلایدنگ هیاتال هرنیا و پارا ایزوفیجیال هیاتال هرنیا است در دیسپلیسمنت گاسترو ایزوفاجیال جنکشن است. بالای ایسافاگس بود با این استومک قسمت کاردیازی دیسپلیس شد، جنکشن هم دیسپلیس کرد. اینا جنکشن که دیسپلیس شد زمین اساس برای گرد میشه. گاسترو ایسافاجیال ریفلکس دیزیز میتونه چی کنه؟ تشکیل بده. و شکل ساعت هم میگیره. ایره میگن هاور گلاس استومک. خواهی سلایدنگ هیتل هرنی هست. باز در پارافاز ایزافیجیل هیتل هرنی از نامش باید پارا مجاورت هم میگن. یا آدم و گوشه و کنار منامیتر. دی هرنیا که از باز قسمت فندس دیسپلیس میشه، قسمت فندس چی میگنه دیسپلیس میشه، اما گاستر از فجل جنکشن که از در جایش هست شما ببینید دیسپلیس نشده برخلاف سلایدنگ هیاتل هرنیا ای دیسپلیس نمیشه، فقط قسمت فندس چی میشه هرنیت میشه و طرف چی و طرف بالای و طرف توراکس. یه را بگم پارا از فجل هیاتل هرنیا. خب دیگه ببینین دکتر سیبا بخش هرنیا هم و اندایرکت و دایرکت ایجا برتان چی شده؟ بیان شده؟ که یک پیکچر شما فعلا دارین دیگه دایرکت و اندایرکت. گفتم دایرکت و اندایرکت که از هر دوش بالاتر از چی قرار داره؟ بالاتر از انگیون لگامین قرار داره و این فرق نمیشه وقتی که از بیرون ببینی سایز، فقط زمانی که عملیات شده باز نظر به مو موقعتش که موقعیت میدیال داره از اینفریور اپیگاستریک ویسل ها یا موقعیت لترال داره بیه چیزی که هرنیت شده بر اومده با نظر به او چی میشه نظر به او دیده میشه که دایرکت است و یا هم ان دایرکت است. خب و این ان دایرکت چه برتون گفتم در بخش ان دایرکت هم یک چیز برتون نشان داده بود، یک رنگ برتون نشان داده بود، یک رنگ نشان داده بود کانال انگوینال بود، گفتم از دیپ ادامه داشت باز میره به طرف چی به طرف سوپرفیشال انگوینال رنگ میره یا به طرف قسمت های اکسترنال انگیمینال رنگ می رو. خب ببینین می گوز ترو انترنال یا دیپ انگیمینال رنگ اکسترنال انگیمینال رنگ ان انتو گروین. محتوی گفتم محتوا که از طریق ازی دیپ داخل میشه به طرف اکسترنال می رو بالاخره در قسمت گروین چی میشه پایین میشه داخل میشه. Internals enters inguinal ring lateral to the inferior epigastric vessel. این هرنیا چی وقت به وجود میاد؟ هی هرنیا گفتم زمانی به وجود میاد که اما رنگی که تیپ inguinal ring بود او ضعیف باشه و بیشتر که از علتش چی است؟ علتش فیل شدن کلوزنگ چی است؟ پروسس وجینالیس می باشه. این یک ساختمان داری به نام پروسس وجینالیس است. این پروسس وجینالیس که خودش یک قسمتی از پرتوان است، قسمتی از پروتوان است، زمانی که تستس دسند میشه و تقریبش باز یک لایه هم داریم به نام پروسس وجینالیس. این حال هر زمانی که اینمی ساختمان بسته نشه یک نقطه ضعیف را تشکیل میده، یک نقطه ضعیف را تشکیل داد میتونه که در کنار ازی که این دایرکت انگیمینال هرنیا را به وجود بیاره در کنارش میتونه هایدروسیل هم تشکیل بده. چرا؟ به خاطر ازی که اگه ساختمان بسته نشه این ساختمان که از پست نتال دریویتیو ازی تونیکا وجینالیس هست. یک چیز دیگه داریم به نام تونیکا وجینالیس، هر زمانی که بسته شود نامش تونیکا وجینالیس میشه. بازی در فیمل که از کدام چی نداره پست نتال دریویتیو نداره، فقط در مردا داره، در مردا که از تونیکا وجینالیس میشه. اگر این بسته نشه باز چون که با قسمت های بالا چون خودش یک از لایه های پریتوان میباشه قسمتی از پریتوان هست دیگه باز میتونه با ابدومین با قسمت های بالا ارتباط داشته باشه از بالا آب بیه و در قسمت اسکروتوم شود اوج هم شود. اینا میگن هایدرو سیل، یعنی در یک انفند کسی که نو تولد شده اگر هایدروسیل باشه میتونه همراه با هایدروسیل این دایره که انگیومینال ارنیا هم چی شود تشکیل شود. خب میگه maybe noticed in infants or discovered in adulthood، میتونه در انفند نوتیس شود یا هم بعدا باز در ادالتود چی شود دیسکاور شود، بیشتر در میل چی میباشه معمول میباشه.
خب این میگه فالو میکنه همو پتوی چی را تستیکولر تسند کانال انگیونال داشتی من های فامی تابلت من درست اینال نک پینش کار کرد پیشتر کار نمیکرد اینجا ما دیپ انگیونال رنگ داشتیم که از این محتوا داخل میشد جو کانال انگیونال از امیر ادامه داشت بس با سپرفیشل انگیونال رنگ داشتیم. خب اینال ببینید شما از اینجا که محتوا داخل میشد محتوا گفتم تستیکولر از اینجا چی میشد پایین میشد و داخل از این باز اسپرماتیک کورت قرار داشت خودش کانتنت داشت تستیس هم از همینجا باز داخل میشد در اسکروتوم چه میگرفت قرار میگرفت هر زمانی که گفتم اگر فیل شوه پروسس وجینالیس میتونه نقطه ضعیفه را تشکیل بده نقطه ضعیفه را که تشکیل داد محتوای ابدومینال کانتنت میتونه داخل دیپ انگیونال رنگ شوه داخل کانال انگیونال شوه میتونه فتق یا هرنیا در این مسیر موجود باشه یا هم بالاخره پایین بیا بالاخره چیکنه میتونه پایین بیا در این مسیر میتونه هرنیا وجود داشته باشه اینا میگن ان دایرکت انگیونال هرنیا این دایرکت نه برای از طریق یک ساختمان دیگه داخل میشه از طریق دیپ انگیومینال رنگ بیشتر دبیس چی بود دبیس آدمی کلوزینگ چی بود پروسس واجینالیس پست نتل دریویتیو از چی بود تونیکا واجینالیس اینجا براتون نشان دادم مسیر این دیپ انگیومینال رنگ است سوپرفیشال انگیومینال رنگ است باز اینا چی است تستس میباشه تستس هم گفتم از طریق همین کانال چه میشد پایین میشد دسکروتوم قرار میگیره فرض زمانی که ساختمان بسته نشه محتوای ابدومین میتونه داخل شوه داخل که شد میتونه در این مسیر چی شوه هرنیت شوه حتی بالاخره به طرف تستیز بیا باز نامش که از نظر به اینکه در کجا میباشه در بین میباشه پایین میباشه در خود تستیز داخل میشه باز نامای متفاوت داره که شما شاید در کتابای جراحی اورا خوانده باشید دیگه دایرکت انگیومینال هرنیا می باشه خب و چیزی که بسیار مهم است در این دایرکت گفتم اما موقعیتش است که لترال داره موقعیت لترال داره از انفریور اپیگاستریک ویسالای جی انفریور اپیگاستریک ویسالا موجود باشه دکتر سیبا یعنی چه قسمت اگه موجود باشه هرنیت سکس در این ناحیه قرار داره که در ذهنتون بایدی باشه دیگه دایرکت هنگومینال هرنیا دایرکت چی معنا میده مستقیم معنا میده به این معنا که در خود همین ابدومینال وال یک دیفکت هست مستقیم از طریق ابدومینال وال چه میکنه ای میبره این خوب به شکل غیر مستقیم برآمده از طریق یک کانال دیگه از طریق دیپ داخل شد در مسیر قرار گرفت غیر مستقیم شد دایرکتش از مستقیم گفتم بیشتر گفتم همو دیفکت یا همو ویکنس ترانسورسالیس فیشیوس که از پیکچر قبلی برتون را توضیح داده بودم یا گفتم زمانی که کان جاین تندون گفتم اگر ضعیف شوه که کان جاین تندون هم گفتم از امی عضلات تشکیل میشد نه از امی عضلات از امی عضلات ترانسورس ابدامینیس بود و اینترنال اوبلیک بود بالاخره فایبرای از یک جای میشد یک تندون تشکیل میداد اگر او تندون هم ضعیف میشد میتونه زمین ساز برای چی باشه برای پروتوژن یا زمین ساز برای اوت پاوچینگ باشه خب و دایرکت او چک ترنگل برتون نشان داده بود که پایین بالاتر از انگیونال لیگامنت قرار داشت پایین بالاتر از او قرار داشت و گفتم امو هرنیایی که دایرکت هسته به در کجا قرار داشت در قسمت حاصل بخت ترانگل کانتنتش کانتنت هرنیتد سک در این ترانگل موقعیت داشت و از اگر باز ما موقعیتش نظر به انفیریوری پیگاستریک ویسلا اگر ببینیم باز موقعیتش نظر به انفیریوری پیگاستریک ویسلا در قسمت میدیال است که نمانکش هم چی بود نمانکش هم ام دی بود خب بولجنگ گفتم مستقیم است از طریق پریتل پروتونیوم می باشه و می خاطر نامش دایرکت مانده ضعیفیش هم گفتم در قسمت ترانسورسالیس فیشیا می تونه باشه خب یکی از باز میگه از طریق چی می تونه برای از طریق اکسترنال انگیومینال رنگ اما این دایرکتش که بود اول از طریق دیپ انگیومینال رنگ داخل می شد باز پایین می شد این می تونه از طریق از چی کنه برای و کاورینگ ازی باز فقط چی داره اکسترنال اسپرماتیک فشیا داره اما این دایرکت انگیومینال هرنیا چون از طریق قزمی کانال انگیومینال داخل میشه و در اینجا اسپرماتیک کورت قرار داره و در اسپرماتیک کورت لایرش تمام قسمت ها سه لایر شما مطالعه کردیم به او خاطر خود هم هرنیت سگ هم هر سه لایر داره در این دایرکت اما دایرکت که فقط هم لایر چی داره لایر اکسترنال داره اکسترنال اسپرماتیک فشیا داره چون پروتونژن از یک است از طریق چی بود؟ از طریق اکسترنال انگیونال رنگ بود فقط از طریق انگیونال اکسترنال انگیونال رنگ است بیشتر مگر در میل واقع میشه میلی که اولد باشه ضعیف بالاخره این طبقه میتونه ضعیف شوه و پروتوژن به شکل مستقیم یا دایرکت به وجود بیاد خب پس چند چیز شما در نظر بگیرید از نگاه لوکیشن این دایرکت در قسمت لترالی انفریوری پیگاستریک ویسالاس دایرکت در قسمت میدیال است این دایرکت که از اوتساید پاوچنگ اوتساید ده هسل بخت ترانگل است و دایرکت کس ده خود هسل بخت ترانگل می باشد در این دایرکت بیشتر گفتم
امو عدم کلوجر پروسس وجینال اسم می باشه که باعث ازی می باشه و میتونه در این فند یک جواب هایدروسیل باشه و ای د دایرکت از باز ضعیفی که از ترانسورسالیس فشیا می باشه د یک از امو هرنی دیسک که از ارسلیا را داره اسپرماتیک فشیا را داره اما در دا قسمت دایرکت از فقط یک لایر شده داره فقط توسط یک اکسترنال اسپرماتیک فشیا که است کاور شده یا پوش شده یعنی پروتروژن شما ببینید نقطه ضعیفه که تشکیل میده میتوا کانتنت ابدومن چی شوه پروترود شوه یا برای ای خب بالاتر از چی بودم دو دانه هرنیا که از بالاتر از انگیومنال لگامنت است باز اگر هرنیای دیگه داره که پایین تر از انگیومنال لگامنت می باشه که پروتروژن که از طریق کانال فیمورال می بره ببینید شما پایین تر از این لگامنت است کانال فیمورال است پایین تر از کانال فیمورال میتونه چیکنه برای باز فیمورال هرنیا که از بیشتر ده فیمیل کمان می باشه اما اوورال که از انگیومنال هرنیا موست کمان است هم در فیمیل هم در میل در دویش میتونه انگیومنال هرنیا کمان باشه اما فیمورال که از بیشتر باز در خود فیمیل چی است کمان است این هم در ذهنتون باشه خب این بیشتر میگه میتونه چی شود انکارسریت چه گفتم میتونه ریسک انکارسریشن در این هرنیا ها زیادتر باشه انکارسریشن گفتم هرنیایی بود که ریدیوس نمیشه ریدیوسیبل نبود و میتونه ریسک استرانگولیشن یا ریسک نیکروز اسکیمیا هم دهی چی هست برخلاف اینگونل هرنیا چی هست زیاد است بخاطر چی بخاطر از کمی کانال که از فیمورال کانال که از خرد می باشه صحیح سه خرد که می باشه وقتی که محتوا می بره میتونه اینجا چی شود ردیوس نشه پس دوباره وقتی که فشار وارد میکنی فشار اکسترنال میتونه این به طرف چی نره به طرف داخل نره و ردیوس نشه و همچنان زمین از میتونه ریسک اختناق یا استرانگولیشن هم دهی زیاد باشه چون گفتم کانال چی است خرد است آه دکتر سیب این درس امروزی ما بود نگه باز دیگه شب بخیر نگه وقت دوام میتیم بخش فیزیولوژی شد تشکر بسیار زیاد استاد محترم از درستان از لکچر و امروز با ما وقت گذاشتین اگر زحمت نمیشه استاد جان ما را ادمین کنین قبل از اینکه شما لکچر را لفت کنین و دکتر سیبا حاضرین هم در قسمت چت باکس گذاشتیم کوشش کنین حاضریتون را لفت کرده بعد از اون لکچر را ترک کنین سیز دکتر سیب محترم من اینجا میکرم تشکر بسیار زیاد استاد خواهش میکنم